سلام رفقا، چطورید؟ به این ویدیو جدید و خفن خوش اومدید. امروز اومدیم در مورد قیمت فیفا 21 صحبت کنیم و کلی بهتره کنیم و کلی اطلاعات با هم رد و بدل کنیم و طبق تصویری هم که میبینید سه تا موضوع قرار امروز بررسی کنیم و در موردشون صحبت کنیم. اولیش قیمت دیسک و اکانت های ظرفیتی فیفا 21 و دومیش اینه که اکانت ظرفیتی اصلا چی هست. یه توضیح مختصر در مورد اکانت ظرفیتی، یعنی اکانت های ظرفیت 1 و 2 و 3 میدیم و در آخر هم یه فروشگاه معتبر بهتون معرفی میکنم که خودم ازش فیفا 21 خریداری کردم و خیلی خیلی خفن بوده و وقتی که عرضه رسمی بشه کلی ویدیو قرار براتون بذاریم و پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، قراره کلی با هم صحبت بکنیم. چه قبل از اینم که بریم سراغ ویدیو، حمایت یادتون نره، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم فعال کنید که از این بعد ویدیو میذارم براتون از طرف یوتیوب نوتیفیکیشن بیاد. و اینکه بچه‌ها یه نکته دیگه، اینکه اینستاگرام منم فالو کنید، لینکش روی صفحه هست و توی دیسکریپشن هم لینکشو گذاشتم، همچنین لینک کانال فیفاییمون هم توی دیسکریپشن هست و روی صفحه هم براتون گذاشتم، برید جفتشو دنبال کنید. دمتون گرم که کلی از ما حمایت میکنید. بریم سراغ قیمت فیفا 21. خب بچه‌ها، اولین فیفایی که می‌خوایم در مورد قیمتش صحبت کنیم نسخه استاندارد بازی، یعنی دیسکش که همون نسخه عادی که هر ساله بچه‌ها می‌خرن، قیمتش به دلار دوروبر 60 دلاره، اونجوری که تو تصویر میبینید، و قیمت کنونی دلارم 23000 تومنه. وقتی این دوتا رو ضرب در هم کنیم یه قیمت خیلی وحشیانه به دست میاد که دوروبر 1,379,000 تومنه که فقط برای نسخه استاندارد بازی باید این قیمت ما پرداخت بکنیم. بریم سراغ نسخه بعدی بازی. نسخه بعدی بازی نسخه چمپیونز ادیشنه که قیمتش نزدیک 80 دلاره و با قیمت دلار 23000 تومانی چیزی نزدیک 1,839,000 تومان میشه که یه قیمت فوق‌العاده سرسام‌آوره که اصلا آدم نمیتونه بهش فکر کنه که واسه بازی بیاد همچین پولی بده. و یه نکته دیگه بچه‌ها اینه که این بازیایی که الان واسهتون اینجا گذاشتم کامل براتون توضیح دادم فرق این نسخه ها چیه. تو ویدیویی که دو ماه پیش ساختم در مورد اینکه اطلاعات اولیه فیفا 21 منتشر شده بود، لینکش رو این بالا میذارم واسهتون، برید حتما ببینید و ببینید فرقاشون چیه. دیگه بریم سراغ نسخه اولتیمیت ادیشن. چون نسخه اولتیمیت ادیشن بازی 100 دلار قیمت داره و با قیمت دلار 23000 تومان یه چیزی میشه نزدیک 2,299,000 تومان، یا به عبارتی 2,300,000 تومان باید برای نسخه اولتیمیت ادیشنش پول بدیم. البته اینایی که همشو گفتم همشون قیمت دیسک بوده بچه ها. الان میریم سراغ قیمت اکانت‌های ظرفیتی. بچه‌ها، قیمت اکانت‌های ظرفیتی نسخه استاندارد بازی ظرفیت 2ش 530,000 تومنه و ظرفیت 3ش 430,000 تومنه که آخر ویدیو بهتون معرفی میکنم از کجا خریداری کنید. اگه دوست داشتید اکانت ظرفیتی بخرید، گفتم دیگه یه جای معتبر میخوام بهتون معرفی کنم. البته این نکته دیگه بچه ها، نسخه اولتیمیت و چمپیونز میتونید اکانت ظرفیتی اونا رو هم خریداری کنید، ولی دیگه قیمتش رو تو این ویدیو نذاشتم. برید توی داخل چنلی که بهتون معرفی میکنم، اونجا قیمتاش هست. تا آخر ویدیو رو حتما ببینید که ببینید اون چنل چیه و چی جوری هست. دیگه بریم سراغ نکته بعدی. خب بچه، الان میخوایم بریم سراغ اکانت‌های ظرفیتی، ببینیم مثلا اکانت‌های ظرفیتی چی هستش. برای بچه‌ای که هیچ اطلاعاتی در مورد اکانت ظرفیتی ندارن یا خیلی کم در مورد اکانت‌های ظرفیتی میدونن، خیلی این بخش مفیده و حتما این بخش رو تا آخرش نگاه کنن. بچه، اکانت ظرفیت یک اصلا چی هستش؟ اکانت ظرفیت یک، شما نباید به اینترنت وصل باشید، یعنی اکانتتون به اینترنت وصل نیست، بنابراین تو بازی هم به بخش آنلاین بازی دسترسی ندارید و فقط میتونید بخشایی مثل کریر و کیکاف بازی کنید. به خاطر همین این اکانت قیمت خیلی پایینی داره و از دوتا ظرفیت دیگه، یعنی ظرفیت 2 و 3، قیمت فوق العاده پایین تری دارید و فقط یه بار میتونید به اینترنت وصلید، اونم تایمیه که شما میخواید بازی رو دانلود کنید. وقتی که بازی دانلود شد بلافاصله باید اینترنتتون رو قطع کنید و دیگه نمیتونید آنلاین شید و فقط باید بازی رو به صورت آفلاین تجربه کنید. بچا، ظرفیت 2 بازی چیه؟ بهترین ظرفیت بازی ظرفیت 2 بازیه، چون هم میتونید آفلاین بازی کنید هم میتونید آنلاین بازی کنید، یعنی چه دستگاهتون به اینترنت وصل باشه چه دستگاهتون به اینترنت وصل نباشه شما میتونید بازی رو اجرا کنید و برید داخلش و لذت ببرید. هم به بخش آنلاین بازی دسترسی دارید هم به بخش آفلاین بازی دیگه، یعنی یه جوری دیسک، یه جوری هم دیسک نیست. چرا؟ چون که امکانات دیسک رو به ما ارائه میده، به خاطر همینم هم از باقی ظرفیت‌ها ظرفیت 2 گرون‌تره. بریم سراغ ظرفیت سوم بازی. توی ظرفیت سوم بازی
دستگاهمون باید حتما به اینترنت وصل باشه تا بتونیم وارد بازی بشیم. یعنی دستگاهمون وقتی که به اینترنت وصل نیست نمیتونیم وارد بازی بشیم و بازی رو انجام بدیم. نکته دیگه، ما تو ظرفیت سوم هم میتونیم آفلاین بازی کنیم هم آنلاین، اما باید دستگاهمون به اینترنت وصل باشه. یه نکته دیگه اینه که نمیتونیم توی اکانت‌های دیگه بریم، یعنی تنها اکانتی که به ما فروخته شده که توش فیفا 21 هست و باید داخلش بازی کنیم، نمیتونیم بریم توی اکانت خودمون بازی کنیم. این یکی از تفاوتاش با اکانت ظرفیت دومه. توی اکانت ظرفیت دوم امکانات فوق‌العاده بیشتری داریم، ولی خب ظرفیت سوم از لحاظ قیمت از ظرفیت دوم فوق‌العاده پایین‌تره. حالا بریم سراغ معرفی فروشگاه اکانت‌های ظرفیتی که خودم ازش فیفا 21 رو پیش خرید کردم. عکس کانالشون رو اینجا می‌بینید، اسم کانالشون پلی استیشن استوره و آیدی کانالشون پلی استیشن استوریاه. ویدیو هم توی دیسکریپشن براتون لینک کانالشون رو گذاشتم و میتونید برید خریداری کنید. کانال رضایت مشتری هم دارن، اگر اطمینان ندارید حتما یه سر به کانال رضایت مشتریشون بزنید، شماره تلفنشون هم اونجا هست، اگر خواستید میتونید برای خرید تماس بگیرید. و توی این عکسی هم که میبینید این پی وی ایشونه توی تلگرام، و یعنی پی وی ادمین کانال پلی استیشن استور که اسمش گودبوی و آیدیش هم پسر خوب 18. حتما برید صحبت کنید و کلی اطلاعات در اختیارتون میذاره برای خرید و میتونید استفاده ببرید ازشون. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید و فوق العاده با کامنتاتون به من انرژی میدید. کامنت برام بذارید و از تجربهاتون از خرید دیسکو اکانت بگید و بگید آخرین فیفایی که خریدید چقدر بوده، یعنی چقدر پرداخت کردید که بازی رو داشته باشید. و لایک کامنتتون نره، سابسکرایب هم بکنید، اینستاگرام و کانال تلگراممون هم دنبال کنید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.